بفرمایید. این هم ساختمان ما، ظاهر و باطن. البته این فقط ظاهرش ها، خوب ببین باطنش دسته گل. ببینی خوشت میاد؟ عالی. بله بله، سه خواب است گفتی دیگه. آره سه خواب است. نه دو خواب است. یوشم عبدیه. بله که روبروش ساختمونه که. خب تو عبد ساختمونه دیگه. آره آره آره. تراس که گفتی داره دیگه. آره تراس داره. داره تراس. نه نداره. تراس نداره. شومینه چی؟ شومینه داره؟ شومینه رو که داره. نه نداره. شوفاژ داره. ای بابا آنتن مرکزی که داره. آنتن مرکزی که آره داره. نه نداره. این آنتن معمولی ها گذاشتم سر دیوار. اونم نداره. نمیگه آقا ولش کن. بیا بریم تو رو ببین. خودت ببین چی داره. آشپزخونه رو ببین. حمومو ببین. دستشویی رو ببین. کفو ببین. آقای پیام اینا رو که همه رو تو فایل زده بودی داره. این الان همه رو میگه نداره که. عزیزم ما تو فایل مینویسیم فول امکانات. من خودم هم مثل تو دفعه اولو دارم میام اینجا رو ببینم. مگه آقای بوکسابادی؟ نه. بوسکابادی. آ بوسک. ببخشید. آقا بفرمایید. بفرمایید قربان. اینجا سالن اجتماعاتمونه. ایشون هم با قدرت سرایدارمونه. سلام آقا. سلام. اینجا فول امکانات، خیالتون راحت. نه بابا. بله. یعنی استخ و سونا و جکوزی همه چی داره؟ آره داره. نه نداره. مرکز تجاری که نیست. اینجا برای تفریح نیومده، اینجا مسکونیه. خودت میگی فول امکاناته. فول امکانات منظورم اینه که اینجا شوفاژ داره، کولر داره، پارکینگ داره، عرض به خدمت شما انباری داره و آسانسور. این آسانسور شیشه‌ای داره، خیلی بال سوار میشه میره والا کیف میده. همه جا رو میبینی. آسانسور خرابه، بعد راه پله برین نگذرد میشه. خب حالا بعدا ستار قفر تعمیر میکنن. شما بفرمایید با پله. بفرمایید. خب آقا ظاهر باطن رو دیدی، اگه نظرت مساعده بقیه صحبتش انجام بده. آره تقریبا نزدیکه به اون چیزی که من میخوام. فقط قیمت رو چند گفته بودین؟ عرض کنم خدمتتون که 22 خیلی خب بشینیم پس میخواییم صحبت ها رو بکنیم همجا نهاییش کنیم دیگه. نه دیگه این صحبت ها واسه داخل بونگاست. میریم میشینیم داخل بونگاست صحبت ها رو میکنیم. به توافق نهایی که رسیدیم یه موبایل نامه مینویسیم، یه ودیعه خدمت شما پرداخت میکنیم و قرار معذرشو میذاریم. خیلی عالی. چای در خدمتتون. قربان شما. پای من منتظره. دستتون درد نکنه. فقط بوکس چی ببخشید بوسکابادی جان، کارت ملی تو به خودت بیار. باشه چش. شاهین. بله. چرا بهش نگفتی 24؟ خب برای چی بگم؟ خب ندیدی چونه نزد اصلا؟ خب حتما خبر داره که قیمت ها رفته بالا. هیچی نگفت دیگه. 7 دقیقه در فوتبال خودش 10-15 دقیقه وقت است. جواد خیابانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه 20 تومن برای ما 24 تومن پوله. من که اصلا نفهمدم چی گفتی. وایس من برام مدارکتو بیارم. شناسنامه کارت ملی میخواد؟ بله. آقا مگه یه فیلمو چند بار ببینن؟ یه فیلم جدید بریم دیگه. همشون فیلمان دیگه حفظ شدن فیلم رو. خب آقا ببخشید آقا پیام، من بعدم بهت زنگ میزنم. خوبی آقا پیامی؟ چطوری داره؟ قربون شما دست تمیز آبو میبندی؟ آره عزیزم نشه قربونت. داره چیکار داری میکنی؟ من دارم گلا رو آب میدم دیگه. کدوم گل؟ نه اینا رو شب آب میدیم روزا در میاد. روزه مسون. شما خوبی؟ آقا از این ورا کاری داشتی اینجا؟ آره واقعیتش اومده این خونه آقای بوسکابادی رو بخنیم واسه این دوستا. حالا ببینم واقعا شاهین داره اینجا میره؟ تو چه جور همسایه ای هستی که از شاهین خبر نداری؟ آقا من که نمیدونم صبح تو شب سر کار اصلا خونه نیستم من. ببینم متری چند دارید میفروشید اینجا رو؟ دارا اگه بهت بگم متری چند دارم برای این دوستمون میخرم و اصلا تو باور نمیکنی. متری چند؟ مفت. چقدر خوب؟ 22. آقا دستام؟ دستات برای چی؟ داره میلرزد تعجب. متری 22؟ چرا مگه زیاده؟ آقا خیلی خوب داری میفروشی. ببینم یعنی همه واحدا متری 22 میره؟ همه واحدای این ساختمون متری 22. چقدر خوب. یعنی حتی واحد ما؟ واحد شما آخه مگه فرق داره با واحد دیگه؟ هر واحد اینجا متری 22 تومن دیگه. مشتریش هم دارم اگه فروشنده شما برای شما بیارم. ببینم یعنی حتی بدون سند؟ بدون سند چرا؟ مگه اینجا سند نداره؟ چرا بابا واحد بوسکابادی سند داره؟ آقا شما به من نگو که این خونه رو بابای من با دایم با هم ساختن. هیچ کدوم از واحدها سند نداره چون اصلا بهش پایان کار ندادن. واقعا؟ چی میگه؟ من اینطوری نمیخوام ها، اصلا نمیتونم. آقا میگم یه کاری کن، بدون سند میشه مثلا متری 2-3 تومن زیر قیمت فروخت دیگه؟ نه داره. مگه شکلات دوستمون میخواد بخره؟ بابا آپارتمان رو بدون سند متری 5 تومن هم نمیارزه. آقا 5 تومن چیه؟ من اصلا آپارتمان رو بدون سند نمیخرم کلا. اگه مورد شسته رفته سنددار داری ببر نشونم بده، اگه نه پاشم برم یه بنگاه دیگه ببینم چه خاکی تو سرم میکنن. ببین تمام فایلای این منطقه دست منه. بیا بریم اون روبرو رو میبینی؟ بدون. یه واحد دارن دسته گل. بفرمایید بریم. کجا بریم؟ بریم بنویسیم دیگه به سند. چی رو بنویسیم؟ آقا شاهین چی رو بنویسیم؟ خونه بدون سند یه ساعت داری منو از این اتاق به اون اتاق میچرخونی؟ خجالت بکش بابا. بوسکابادی تو به منم نباید بگی اینو. آبروی منو جلوی منده خدا ببری.
بریم عزیزم. آقا بشو بریم بابا. بشو بریم ببینیم کجاست. دیگه از این لقمه واسه من نگیری یا. واقعا. خدا به زاو پیام. تو به اینا گفتی خونه من سند نداره؟ من؟ نه. تو من بدبخت کردی؟ نه. گفت تو من بیچاره نه. کردی؟ بابا. شاهین من از آشپزخونه شروع کردم. بودو بیا بودو بیا جهن بسته بندی کنیم اینا رو. بودو میگم که حیف شد شاهین گفتیم 22 تومن و کاش میگفتیم 24 تومن برای آینده بچه‌مو خوب بود. پرستو مامی چی خراب شد؟ چی خراب شد؟ این پسر دارا لو داد خونمون سند نداره. ای بابا یعنی چی؟ چرا گذاشتی همچین حرفی بزنه؟ خب بزنی تو دهنش. میخواستم بزنم تو دهنش نشد دیگه رفت. 22 تومن نمیخرن خونه رو؟ نه بابا اصلا خونه بدون سند 5 تومن هم نمیخرن. ما چیکار کنیم حالا؟ چی میدونم چیکار کنیم؟ ای بابا چه میدونم؟ نمیدونی ما چیکار کنیم؟ من نمیخوام بچم تو این خونه به دنیا بیاد. من میخوام بچم توی خونه بزرگتر با کلاس‌تر سنددار به دنیا بیاد. همین که گفتم. چه ربطی داره آخه؟ چه ربطی داره؟ تو روحیه بچه تأثیر میذاره. بچه وقتی به دنیا بیاد نمیفهمه که ما خونمون سند نداره. خب میفهمه دیگه. چرا دیگه بزرگ میشه میره میدونه سند نداره خونشون؟ من نمیفهمم. همین امشب باید تکلیف خونه رو معین کنی با سند. سندشو برداری بیاری با منگوله. از این تکبرگی هاست؟ نمیدونم هرچی میری بر من سند دار میاری. همیشه منگوله از کجا بیاری؟ آقا مراد من اومدم همین امشب تکلیف سند خونه رو مشخص کنم. همین امشب میخوام تکلیف سند خونه رو مشخص کنم. ای بابا من موقعی که ساختم اینجوری تا الان نتونستم تکلیف سندش رو مشخص کنم. تو نصف شبی اومدی برای سند؟ من اومدم تکلیف سند خونه رو مشخص کنم. باشه بکن. از نظر من ایرادی نداره. بلا مانه برو ایسا. فرمایش. آقا مراد چرا خونه من نباید سند داشته باشه؟ خاطر که پایان کار نداره. چرا خونه من نباید پایان کار داشته باشه؟ برو پیش این روبرویی. اوشون خونه رو ساخته باید پایان کارشو میگرفت. خب بروش بگو چرا پایان کار نگرفتی؟ برو یعنی اوشون مشخص میکنه؟ برو از زمانه برو. باز چی اومدی اینجا؟ به من چه؟ خوب چی کار داری؟ من میخواستم بپرسم تکلیف سند ما چی میشه؟ این قصه پایان کار ساختمان چیه آقا ارسلان؟ قصه نداره. این خونه از اساس نقشش مشکل داره. سند نمیدن. خب این اساس ها چجوری میتونیم حل کنیم؟ دیگه اینو برو از واحد روبرویی سوال کن. همسایه داریم نقشه کش. ادعا میکنه که بلد نقشه بکشه ولی بلد نیست. هیچی بلد نیست. برو ازش بپرس. بهش بگو نقشه ساختمون هیچ ایرادی نداره. شما نتونستی پیادش کنید. ما یه چیز دیگه کشیدیم. شما یه چیز دیگه ساختید. من یه چیز دیگه ساختم؟ برو بهش بگو من طبق نقشه ساختم. چرا میخندی؟ میگه طبق نقشه ساختم دقیق. ببین یه بار دیگه بخنده میام یه چیزی بهش میگم. بروش بگو. ترسیدم. بهش بگو تو ساختی. چرا داری جر میزنی؟ تو شریک من بودی. تو باید طبق ضابطه نقشه رو میکشیدی. همه این خونه خلافه. بروش بگو. آقا بهش بگو ما یه غلطی کردیم با تو شریک شدیم. تا کی باید تو اونشو پس بدیم؟ تو اون پس بدی؟ من تمام زندگی رو باختم. هست و نیستم رفت رو هوا. بهش بگو تو زندگی تو از اول باخته بودی. بعد بخوار من به تو سر سامون دارم. تو چه غلطی کردی؟ من اعتبار دادم به خانواده. چرا داری شلوغش میکنی؟ بابا من اینجا رو با سند خریدی؟ مگه با سند خریدی؟ بی سند خریدی؟ برو بی سندم بفروشه. برو بفروشه. ماری گرفتی ها؟ ماری گرفتی ها؟
اون سرت که آدم نمیشه. شاهین پرستو جان ببخشید من موبایلمو فراموش کردم، میذاری تو آسانسور؟ باشه. دست در نکنه. ممنونم. سلام آقا شاهین، خوب هستید؟ سلام علیکم. میگم آقا شاهین شما هنوز از دست من ناراحتید؟ نه دیگه، ناراحت برای چی؟ بالاخره متوجه میشدن خونه سند نداره. نه ناراحت نیستم. آه بس ناراحت نیستی. نه خدا روشی. خدا روشی. کجا میخوای بری؟ من یه کار جدیدی پیدا شده، برم صحبت کنم اگه خدا بخواد استخدام شم. همینجا بسه الان من برمیگم. نه اصلا من خودم میرم، نمیخواد منو برسونید. نمیخوام برسونمت، مراقب ماشین باش. مراقب این باشم؟ رفت ماشین آخرین سیستم داره، اینجوری نمیگه مراقب باش. لگن آقا کی میبره؟ آقا شاید من خیلی مراقب بودم، فقط از سرما دستم این پای کاسکو شد برم. دست در نکن زحمت. خواهش می‌کنم باهاش زحمت کن. نه صبر کن. بله میرسونم. نه زحمتتون میشه، من خودم میرم دیگه. نه دیگه سلامتی بچم، سوار شو. دستتون در نکن. یه خورده ماشین باید در جا کار کنه. بله بله. بعد میگن این گاز اولش سرطان‌زاست، باید شیشه رو بدی با این خارج شه. فقط لازمه مرد صدای زب زیاد باشه، درست نمیشه با این در میاد. این دکمهش رفته تو، گیر کرده، بیرون نمیاد. الان صداش بالاست به خاطر همین. آهان آه. خب میگم حداقل این شیشه رو خورده تمیز کن، جلومونو ببینیم تصادف نکنی. چرا که تا گذاشتن اینجا باز دوباره؟ توجه آقا شاهی، میگم شما خوش انرژی یا عروس رو با هم بریم. نه بابا چی شد آقا شاهی؟ آقا من یه گردن چرخوندم فقط. آقا شاهی این چرا ناراحت؟ توجه توجه سهره کنم وکیل پایی که درستم خبره و کارساز انجام رو که تنظیم و سودست. وای شاهی آره. اینجا رو خوندی؟ وای باورم نمیشه، این دقیقا همون چیزی که ما دنبالش بودیم. آره خودش خودشه. نگاه کن وکیل پایه که دادگستری، انجام امور ملکی و بالاخص پایان کار ساختمان، خبره و کارساز، انجام امور وکالتی. تو هفتی؟ این در از پشتش میخونم. پشتم آره. داره. وای چی با کلاس. وای تنظیم و سوزور اسناد ملکی در کمتر از یک هفته. وای بهش زنگ بزن. حتما که بهش زنگ میزنم. آره آره. فقط خدا کنه که از مسیر قانونی سند باشه، مهم نیستش که دیگه مسیرش چی باشه. من مسیر قانونی برام خیلی مهمه. وای شاهین چی مهمه؟ مهم اینه که سند جور میکنه، من خونه رو میتونیم متری 26 هفتمون بفروشیم. برای بازار مسکن حباب ایجاد نکنید. چی؟ حسینی بای بای بای. چقدر تلویزیون نگاه میکنی؟ زنگ بزن دیگه بهش. من باید مسیرش قانونی باشه. چی شد؟ لگد زد بهش زنگ بزن. آه بده بابایی لگت دست. بله عذرخواهی میکنم جناب سهراب کامیابی؟ من بسکابادی هستم، شاهین بسکابادی. بوکس نه، بسک. بو بفرمایید اسک بذارید تش. بسک آبادی. بله حالا ولش کنید، من برای این تنظیم صدور و اسناد ملکی مخصوصا پایان کار مزاحمتون شدم. بله 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 کامیابی هستم، سهراب کامیابی، وکیل پای یک. خوش اومدیم، بفرمایید. این پرستو خودشه. ببین آقای چقدر خودشو زود رسوند. وای گوشی آیفون رو قطع کن. ای بابا چرا در رو نمیزنی؟ ببخشید تشریف بیارید طبقه دوم. بله ممنون. بله جناب کامیابی، این تنها مدرکی که ما از این ساختمون داریم و نشون میده ما این واحد رو از فروشندگان جناب ارسلان و آقا مراد خریداری کردیم. البته سند زمین هست اما چون پایان کار ندارن دیگه تفکیکی بهشون ندادم. بله متوجهم. ببخشید میتونیم یعنی با همین سند بگیریم؟ بله فقط یه خورده سخته. چرا؟ مافیا ملک و املاک دیگه، تا جیب خودشون پر نشه اجازه نمیدن کسی سود کنه. ای وای آقای کامیابی خواهش میکنم، شما هرچی رانت و پارتی و نمیدونم آشنا دارین به کار بندازین، بلکه بتونین ما رو از دست این مافیای ملک و املاکی نجات بدین. یعنی چی پرستو؟ یعنی همینه که گفتم. اصلا جای نگرانی نیست، بنده تمام تلاشمو میکنم
بالاخره ما هم دوستانی داریم. وای دستتون درد، یعنی ما میتونیم سند بگیریم؟ بله، همه چی راهکار داره، میشه سند رو جور کرد از راه قانونی. حالا قانونی هم اگه نشود یه جورایی میشه قانون درد. نه دیگه اصلا غیر قانونی من نیستم، خواهش میکنم بفرمایید. برای چی آخه غیر قانونی؟ برای چی باشه؟ قانونیش یه قانونیه، ولی سند شما کاملا قانونی، اصلا نیاز به نگرانی نیست. بالاخره کجاش قانونیه؟ قانونیش قانونیه یا سند ما قانونیه؟ کجاش قانونیه؟ سند شما قانونیه. خب پس راهش؟ راه داره، فقط راهش بی قانونیه؟ نه فقط یکم قرض داره. بفرما رشوه. مثلا مگه میشه با راه غیر قانونی به چیز قانونی برسی؟ آقا من رشوه نمیدم. شما بس کن دیگه. من رشوه نمیدم خانم پرست جان. من با آینده بچه‌مو بازی میکنی. من اصلا با آینده بچه‌مو بله چی بازی میکنم؟ با چی بازی میکنم؟ نه با بچه به دنیا اومد بزن باش بازی. اگه من آینده بچه‌مو رفت داره به رشوه دادن؟ نه خیر، آینده بچه‌مون رو رشوه تضمین نمیکنه. همین سند خونه تضمین میکنه. باید سند خونه درست کنه. با منم بحث نکن. آخر من چیکار کنم؟ راضی هستین یا نه؟ نه خیر. آره دیگه حل. نه خیر کجا حله؟ نه خواهش میکنم. آقا شما تکلیفتون اصلا با خودتون مشخص نیست. اول تصمیمتون رو بگیرید، وقتی به توافق رسیدین با من تماس بگیرید. اینم کارت من. من کار غیر قانونی نمی کنم. البته هزینه سندتونم 100 میلیون میشه. دیگه اصلا نمیتونیم ما هم دیگه همکاری کنیم. چرا؟ برای که من 100 میلیون تومان پول ندارم خانم. ای جور میشه دیگه. چه جوری جور میشه؟ ندارم، نداره. کجا بکن؟ مو نداره. مثلا تو بذار ببینیم شاید یه جوری بشه. برادر من. آها من ندارم پول بدم. خیلی نیست. چرا خیلی نیست؟ 100 میلیونه. بذار ببینم من چی میگم. شما خونه رو بفروش. یه پیش پرداخت بگیر. ما بقیش هم بذار برای هفته بعدش. تا اون هفته هم سندتون جور میشه. اصلا نیاز به نگرانی نیست. خب دیگه چم میتونیم اینجوری بفروشیم مثلا سند بگیریم؟ نمیخوام، من نمیخوام. بفرمایید. خواهش می‌کنم بیرون آقا. بابا دیابمون توی جوب نمیره. خواهش می‌کنم بفرمایید بیرون. باشه. این چه تصوحت کردن؟ برو بیرون بپوش. پرستو خواهش میکنم بگذر. باز شروع نکنه شاهین. تو از کجا میدونی این راست میگه؟ از کجا معلومه که دروغگو نیست؟ خب حتما یه چیزی میدونستی که یه چیزی گفته دیگه. بعد چی؟ اینو یه دوستایی دارن که میتونن در عرض یه ساعت یه دونه سند رو جور کنن. من نمیتونم رشوه بدم. من نمیتونم کار غیر قانونی بکنم. خواهش میکنم پرست، از راههای غیر قانونی نمیتوان به یک چشم انداز قانونی رسید. کاظم احمدزاده. دیگه نمیذارم تلویزیون تماشا کنی. برو. منو داری از خونه بیرون میکنی؟ شاهی! بهت میگم برو بونگا. من همه بونگا های محل رفتم، همه میدونن که خونه من سند نداره. برو بونگا های محل های دیگه. حالا رفتم بونگا های محل های دیگه، اهالی ساختمون رو چیکار کنم؟ هم برسم میگن که اینجا سند نداره. خیلی خوب دیگه، راست میگی. آره مشتری ها رو باید یواشکی بیاری ببری، یواشکی بیاری که هیچکی نبینه. فهمیدی؟ برنز من نمیتونم کاری یواشکیه بدون مشتریه غیر قانونیه. بشمه آخ چی شد؟ لگت زد دیگه. اینم فهمیده دیگه، اینم داره میگه برو بابایی، برو بابایی نه من بازی برو بازم برو برو برو. آخه بابایی رفت. سلام آقا شاهین، چطوری؟ سلام آقای کاوه، حالتون چطوره؟ خوبه؟ خوب است. من واقعا بابت اون روز از شما عذرخواهی میکنم. من میخواستم بگم اینجا سند داره، کمرتون ناراحت میشه. میخواستم بگم اینجا سند داره. ولی نگفتی. ولی نشد بهتون بگم سند داره. عذرخواهی میکنم. از همون اول اگه میگفتی اینجوری هم نمیشه. الان باز میشه. من ببخشید، منم کمرم دریه. از طرف قرمه. هیچی بابا، داشتم دنبال خونه میگشتم توی محل پایینیه. یکی از این بونگاها آدرس خونه شما رو داد. بعد گفتم اونجا که خونه سند نداره که، گفت چرا سند داره. بعد من تعجب کردم، گفتم ولنشم بیام اینجا ببینم بالاخره داستان چیه، سند داری نداری چیه تکلیف. نه ما سند که داریم، ولی یعنی سند نداریم در حال حاضر، ولی سند به زودی داریم. غیر قانونی که نیست. نه کاملا قانونی.
حتی مسیر گرفتنش قانونی، همه چی مسیرش هم داره نزدیک میشه به قانون. بله. شما که هنوز منزل نگرفتین؟ آقا شاهین نه، ببین بذار راستشو بهت بگم. بله. من از خونت خوشم اومده. ولی اگر این سند شسرفته میشه، کارش درست میشه، من خریدارم. شما خریدار هست؟ آره. میشه. ببینید من رفتم پیش یه وکیل. خب. اصلا چرا نمیگم؟ شما بیاید همین الان من دارم میرم پیش وکیل. خب. ما هم دیگه بریم اونجا. خب شما صحبت کن ببین میخوای نمیخوای، این بالاخره سند داره نداره. آره. سند پیدا میکنه یا نمیکنه، راش قانونیه، مسیرش آره. درسته یا نه، به هر حال دیگه روز شک دار نگی. باشم خواستی بخیر خونه رو یه مبلغی مبلغ. بله آقا شاهین من که از خدامه. آه. اگر این کارمالاش درست میشه، سندش شسته رفته میشه، من که از خدامه. فقط راستشو بخوای این چند وقت انقدر من دنبال خونه گشتم قاطی پاتی کردم، یه قیمت قیمتا رو یادم رفته. اینجا خونت متر چند بود؟ متر 25 تومن. چرا 22 گفته بودی که؟ حالا بریم صحبت کنیم درست میشه دیگه. حالا حل میشه، یک چیزی برای تخفیف گذاشتم دیگه. من بریم. خدا رو شکر وکیل هم دیدی. خوبی آشان خوبی. نه خبرت ترسیدم. اینجا رو ببخشید، اینجا تی زدم خیسه، یه دو دقیقه صبر کنی خوش میشه بعد بریم. اونجا چیکار میکنی؟ بابا این آباجوره هر دقیقه خرابه، این از آقای سنگی گرفتیم، این خودش کج کلاش پدر ما رو در آورده. یا بیا شیرینی بخور. بیا چیه؟ بیا بخور. بیا به سلامتی. نه خوش اینجا ببخشید. خوبی؟ چه خبر؟ چی شو گفتی بچه دنیا اومد؟ به سلامتی. بچه چیه؟ فروختن. چیو؟ خونه رو. نه بابا رسمی بدون سند به کدوم بدبخت فلک زدی بیرون؟ به من. البته با سند نه بدون سند. الان هم اومدیم پنجره رو مت کنیم واسه پرده. آها مبارک باشه، مبارک. فرمودی با سند؟ بله با سند. میشه، امکان نداری که. میش نیست گام میشه. آره. چطور؟ برای شاهین مسکابادی هیچ کار نشد نداره عزیزم. خواستم شد. چجوری آخه؟ چجوری فروختیم؟ خب دیگه باید از راهش وارد شد. باید آدمشو پیدا کرد. تو فکر کردی من مثل مراد ارسلان بیورزم؟ پخمم؟ نه. البته منظور مراد بیشتر. چه خبر؟ چه جوری؟ چه خونه‌ش فروخت؟ سلام سلام. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. مبارکه. آره. چی؟ خونه‌شو فروخت. فروختی؟ بله. خونه بی سند به کدوم بخت برگشته فروختی؟ به من. البته با سند. سند جعل می‌کنی؟ آره. به من میاد جعل سند بشم. آره. چرا نمیاد؟ قدرت نمیاد. چرا قشنگ میخوره به؟ جعل سند چیه؟ من وکیل پیدا کردم. شما که خودت دفتر دفتر آقای وکیل. بله من رفتم دفترشون. چه دفتری شیک، بزرگ، چه بروبیایی داشتن. معلوم بود کارشون درسته. قول دادن 3 روزه سند رو بدن. بله. بعدش هم من مابقی پول آقای بوسکابادی رو بهش میدم. 3 روزه؟ بله. میشه. بله میشه. اینو بگی. اینم قرارداد بنده با آقای سهراب کامیابی، وکیل درجه 1. خدمت شما. من و مراد چند ساله که دنبال سند این خونه رو نمیشه. ببینم اکالت نامشه. این مراد نامرد پس چرا این چند ساله گشته برای سر کار؟ بذار نشونش بدم. بیاییم بریم نشون بدم. بریم. اخه خیس بودایم اخه نیگه. شما هم اینجا بمونید، من الان میام. باش. به آقا ارسلان اومدی به ندکشی؟ آره من غلط بکنم به ندکشی تو رو بکنم. ببینید از چی میگن. چی میگه؟ لباس بوش بپایی. چشم اگه لباسم. خب یه تو میشینی و حرفم رو نیزنی. اینه میبینی؟ خب نمیخوام جلو زن و بچه از زایت کنم. بیا پایین بینم. بینم بچه رو میترسونی بریم پایین. آخه شطور تو چرا رفتی خونه بی سند گرفتی؟ جناب مدیر مراد ما سند دارش کردیم. ما رو گرفتی ها. مثل که با خودمون این کاره ایم. بابا این اگه راه داشت من قبل از همه شما میرفتم برای سند میگرفتم. این علکیه. علکی چیه؟ تو بیارزه ای. آره. منو باش که به تو امید بسته بودم، ولی تو این چند سال رفته بودم سند خودم هم گرفته بودم. بله. مباینامات ایشون بده. بفرما. وکیل ایشون قول داده که تو این چند روزه سند رو دو دستی تقدیم ایشون کنه. بله. بابا تو هم واسه همه ننه به ما میرسی میشی زن بابا.
بابا این رو کلاه برداره. کی من؟ بوسکابادی؟ منه میگی؟ وکی؟ وکیله. شما یه نگاهی به اون بکن بعدم بگو وکیل کلاه برداره. قربونه دارم من یه عمر تو بایگانی دادگستری بودم، اونجا خاک صحنه خوردم. اگه این بابا مزاحمت برام ایجاد نمیکرد، اگه تو زندگی ما فضولی نمیکرد، اگه تو کارش با ما تو این خونه گرفتاری پیش نمی آورد، من الان در حد وکیل پایه‌ای که دادگستری بودم. این تراکتش، اینم کارتش. آفتاب با من دلیل آفتاب. بابا این تراکتی که تو گیر آوردی من قبل از تو دستم رسیده. خب که چی؟ منتها من عقل داشتم رفتم تحقیق کردم بررسی کردم دیدم اصلا این وکیل وجود خارجی نداره، مدرکشم قلابیه. داره، دفترش بودی. ده دفترشم قلابیه. نه بابا کلی بروبیا داشتم. بروبیاشم قلابیه. الان بهش زنگ میزنم ببینم قلابیه یا نه. بزن عزیزه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش. ده تلفنشم قلابیه. نه حالا ممکنه که شارژ نداشته باشه. دوباره بگی. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. لطفاً بعد از تماس چی شد؟ جواب نمیده؟ چرا اینجوری شدی؟ ها؟ داره اصلا داره به بسید داره عصبی میشه. وای 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 من همون خونه متری پنج تومن بی سند خودم رو میخوام. وای خدا بدبخت شدیم رفت. پرستو جان خودت جان داد نزن استرس انقدر به خودت داده بچه گناه داره آقه. ای واقع چیکار کنم بدبخت شدیم موری جون. درست میشه درست میشه خودتو ناراحت نکن عزیزم درست میشه. چقدر بهت گفتم بگذر پرستو. چقدر بهت گفتم ممکنه دروغو باشه کار غیر قانونی. خب حالا این بچه استرس انقدر استرس نده به این ناراحت نباش. زد درون چرا اینجوری میکنه؟ بسکابات همینجوری رسمه که یه اتفاق ناگوار که میفته زناشون برون افکن میشن مرداشون این شاهین الان درون افکن میشه. ای وای بگیرینشون دست بذاشون دست شمه دست شمه چی کارش کنم خانم من بسکابات عزیزم این که برون ریزه اونم که درون ریزه کدومش بود؟ خب عزیزم این بابر شکایت کنه که فرد این کارو میکنه بقیه هم رفتن دفتر وکیل ببینن هست یا نه. حالا بوده وکیله یا نه؟ بابا ساده این مگه اون رفت متواری شده. دیگه تو هم من که میتونم الکی این کار رو میکنی بچه چاربایی که این کار رو میکنی. آخه حق داره چون چند بار به من گفت من حرفش گوش ندادم ولی هر وقت که عصبانی میشه من این کار رو میکنم ساکت میشه. پس حقته خیلی خوب هر وقت عصبانی شد این کار رو میکنم. باشو بس کن مرد حساب این مسخره بازیاتو های برون افکن درون افکن. باشو تکلیف من رو روشن کن. من 100 میلیون تومان به تو پول دادم طبق این قرارداد الان این خونه مال منه. تازه اگرم بخوای فسخش کنی بعد 50 میلیون تومان به من خسارت بدی. اصلا همین الان تو نشستی تو خونه من تو نه همتون. آقا باشو باشو تعجیل کنی آقا ملک شخصیه عزیزم این بیچاره که میبینی حالش بده شما خودت کنترل کن. عزیزم آروم باش فدات بشم یواشتر اینجا خونه است. بابا این خونه که سند نداره خونه بی سندم به درد تو نمیخوره. آره بابا تو هم بجای این کارا درست بشین درست بشین. آها یه نفس عمیق بکش جواب این آقا رو بده. بابا یه غلطی کردی بدون مشورت مدیریت ده پاچو جوابش بده دیگه. بخشش از هر چیز بهتر است کنفوسیوس. آقا جون عزیز من چی کارش کردی دوباره این ویبره گره؟ ولش کن بذارم بوکسه باید بکن. آقا جون اون 50 تومن فسق و ولش میمونه 100 تومن بیانه اونم من و ایشون آقا عرصی قول بد میدیم که اینو ردیف که هفته هنده بد بدیم. بله آقا نمیشه اینجوری من با این روال نمیتونم انجام بدم. شما هم به خاطر ما دوتا ریش سفید گذشت کن. قول بهت میدم اگه اینم پولتو نداد من خودم خورد خورد پولتو میدم. خواهشن بیان شما هم دیگه رو ببوسید قال قضیه رو بکنید. شاهین بیا بسته دیگه. شاهین خوش برو آقا رو ببوسید. هم دیگه رو ببوسید. بیا ببوسی را بیا خفش نکن خفش نکن ببوسش. دست خیلی خوب.
بله. گوسکاوه جان سلام، چطوری؟ کاوه هستم. بله آقای کاوه، دارم شما رو میبینم. چقدر دماغتونم گنده شده از اینجا. بابا طرف هنوز متواری پیدا نشده. گوسکاوه جان. چشم روی چشم بوسکابادی فدای شما میدم. به خدا پولتون رو میدم بابا. بوسکابادی قربونتون بره بابا، گردنم بشکنه. چشم میدم پولتون رو. من شده خودم رو نفله کنم، کلیه‌مو بفروشم، پول شما رو میدم. آقا بوسکابادی مرد، من تا خرخره زیر قرضم، باور کنید. چشم پول شما رو میدم، کلیه‌مو میفروشم، پول شما رو میدم عزیز من. بابا بوسکابادی یه دقیقه ساکت باش ببینم چی میگم. بفرمایید. سراپا گوشم. بابا تلفن تو گرفتم خاموش بود. اومدم بهت بگم طرفو دستگیرش کردن. لباساتو بپوش پاشو ببریم کلانتری. وای راست میگی، پیدا شد. جان من نامرد. نه با شما نیستم نامرد، با اون نامردم. من الان میام پایین. تشریف داشته باشم، الان میام خدمت رو. وای